در ادامه واکنش ها در برابر بسته ماندن مکتب های دختران در کشور، حکمت کرزی معین پیشین وزارت خارجه از طالبان به خاطر بستن لیسه های دختران در یک سال گذشته انتقاد کرده است و گفته است که این کار باعث شرمندگی همه است. در قرن 21 افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران بالای صنف ششم در آن از رفتن به مکتب منع می شوند. یک سال کامل گذشت که دختران از رویاها و آینده خود محروم شدند. همه ما نه تنها مسئولیم، بل باید خجالت بکشیم. یک سال در نظام آموزشی و تعلیمی یک کشور میتونه همانند یک عمر تلقی شود و باید بپذیریم قدرت حاکم در افغانستان بدون هیچ گونه دلیل شرعی، منطقی و قانونی یک سال از عمر دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم را تلف کرده. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، نیز در صفحه تویترش واکنش تند درباره بسته ماندن مکتب‌های دختران نشان داده است. در تمام جهان افغانستان یگانه کشوری است که مکتب‌ها برای دختران بسته هستند. کشوری که محتاج کمک‌های بشری است و نیاز به نیروی انسانی تحصیل یافته جهت رهایی از فقر و رسیدن به خودکفایی و ترقی دارد. محرومیت دختران از ادامه درس و تحصیل ظلم با آینده یک کشور و خیانت ملی می باشد. بسته ماندن مکاتب دختران برای که افغانستان در ملل متحد به رسمیت شناخته شود یک تاثیر منفی کرده و افغانستان به رسمیت شناخته نشد. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز در یک گفتگوی ویژه با طلوع نیوز میگوید که طالبان باید حقوق زنان را تامین کنند و مکتب‌های دختران را بازگشایی کنند. نیاز بر توسعه تمامی بخش های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان است. باید بگویم که پشتیبانی بزرگ جهانی از زنان افغان و بازگشایی مکتب ها وجود دارد. این تنها کاری نیست که آن را انجام می دهیم، اما بخشی مهمی است. این در حال است که به تازگی سرپرست وزارت معارف گفته است که مکتب های دختران به علت مسائل فرهنگی بسته هستند و مردم نمی خواهند که دخترانشان را به مکتب بفرستند. گفته هایی که با واکنش های گسترده مردم روبرو شد و این ادعا را رد کردند.